سلطان محمود این آقا را خواست برای نوشتن تاریخ ایران و این تاریخ های جنگی ایران مدله های جنگی در خزانه بود. یک مرد آزاده پارسی بود که با اینکه با سلطان محمود غزنوی زیاد دوستی نداشت، ولی چون شاهنامه را از میان داستان هایی که در ایران زمین وجود داشت جمع کرد، مردم به او گفتن که بهتر تو پیش سلطان محمود غزنوی بری تا بتونی هم از این کار فایده ای ببری، هم زبان پارسی رو دوباره زنده کنی. فردوسی برای همین پیش سلطان محمود غزنوی رفت و سلطان محمود به او گفتش که من برای هر یک بیت به تو یک سکه طلا میدم. و فردوسی از این هم خوشحال شد و شاهنامه رو برای سلطان محمود فرستاد. سلطان محمود وقتی شاهنامه رو دید، به جای اینکه سکه های طلا رو برای فردوسی بفرسته، سکه های نقره رو فرستاد. و چون شاهنامه 60,000 بیت بود، فردوسی هم 60,000 سکه نقره دریافت کرد به جای 60,000 سکه طلا. فردوسی خیلی ناراحت شد و به طوس برگشت. در طوس سلطان محمود غزنوی از این کار فردوسی ناراحت شد و خودش هم فهمید که فردوسی رو رنجونده و به خاطر همین دستور داد که طلاها رو با شتر بار کنن و به طرف طوس ببرن. وقتی به اونجا رسیدن، شترها که از دروازه شهر وارد شدن داشتن جنازه فردوسی رو از دروازه دیگر به بیرون می‌بردن. سلطان محمود از شنیدن این خبر بسیار متاثر شد و دستور داد که اون سکه های طلا رو به دختر ببخشن. فردوسی می‌خواست یک سد در مقابل طوس بنا کنه و چون مرد و نتونست این کار رو بکنه، دخترش به جای اون این کار رو انجام داد. بابا شما فردوسی رو می‌شناسید؟ بله قربان. کی بوده فردوسی؟ از اون شاعرای قدیمی سابقی بوده در شهر طوس. در دوره که رستم و سهراب و طوس اینها دعوا میکردن، جنگ جدل میکردن، اونم یک شاعر بزرگ بوده. دستش رو ببستم. بابا. بله. شما مأمور این باغ هستی؟ بله. شما فردوسی رو میشناسی؟ بله. کی بوده فردوسی؟ ابوالقاسم بوده. اگر باغش دیگه نمیدن. فردوسی کسی بوده که در زبانی که زبان فارسی در مملکت ما به خطر افتاده بود شروع کرد و این زبان رو روی کار آورد، دوباره زنده کرد، همینطوری که از شاهنامه از شعراش برمیاد و به طوری که من شنیدم تمام سرمایه خودش رو در این راه صرف کرده. یک عمر به خرج خودش نشسته این کتاب رو به شعر در آورده برای اینکه زبان فارسی زنده بمونه. فردوسی شاعری بود اهل طوس که در زمان سلطان محمود غزنوی شاهنامه رو نوشت و قهرمان داستانش رستم، سهراب، افراسیاب، بیژن، منیژه، گیو، گودرز و امثال هم بودن. من فکر می‌کنم این کتاب همیشه باشه و همیشه هم ایرانی‌ها دوستش داشته باشن. مسلمه که من اونجوری که باید شاید فردوسی رو نمی‌شناسم. به هر حال من دوستش دارم، اما آثارش رو و از روی آثارش همیشه نقاشی کردم.